اعتراضات و اعتصابات کارگران هفت تپه در صنعت نیشکر واقعا توجه های کل جامعه ایران و جهان رو گرفته. میدونیم که واقعا اعتراضاتی که دارن به خاطر خواستهای برحقشونه، من جمله پرداخت حقوقای موقته و دفاع از کارگران اخراجی و در ضمن خصوصی سازی این صنعتی که قبلا واقعا خیلی صنعت موفقی بوده که الان دیگه واقعا دارن داغونش میکنن به نوعی. بخشی از اتفاقاتی که افتاده در نیشکر هفت تپه تاثیرات مهمی رو توی جامعه ایران داشته و هم در جنبش کارگر ایران هم در سطح جامعه ایران رو به یه سطح دیگه ای برده و اهمیت داره که به این قضیه بپردازیم. جوهر خواستای کارگرای نیشکر هفت تپه خیلی مهمه و خب این خواستها واقعا خواستهای برحقی هستند و خواستهایی هستند که الان چندین ساله که کارگرای هفت تپه دارن مطرح میکنن و نه فقط کارگران هفت تپه، این یه واقعیت برای خیلی از بخشای کارگران در سطح سراسری در ایران، اینی که بالاخره حقوقاشون در حالی که ناچیزه و واقعا شکما رو سیر نمی کنه حداقل پرداخت این حقوقا که میدونیم الان مثلا چندین ماهه که حقوقاشون رو نگرفتن، در بخشای دیگه هم همینطوره. خب این خصوصی سازی هم خب یه بخش مهم دیگه است و در ضمن فساد، این که الان مثلا یک صنعت خیلی موفق و خصوصی کردن، الان معلوم نیست چی داره، چه اتفاقی داره میفته، تو دست کیه، چقدر پول چاپیده شده و به دست کارگرا نمیرسه. دقیقاً این نکته رو که شما مطرح کردین در رابطه با خواستای پایه‌ای که کارگرا میرن کار میکنن حقوقشون رو بهشون نمیدن و این و شما شرایطی رو تصور کنین که 6000 نفر توی شهر که از کارخونه و صنعت نیشکر زندگی میکنن، حقوقای عقب مونده دارن با قیمتهای که هر روز به شکل سرسام‌آوری افزایش پیدا میکنه و اینا کسایی هستن که کار دارن میکنن، آدمای بیکاری نیستن، آدمای حرفه‌ای هستن، آدمایی هستن که شریفترین مردم جامعه ایران هستن و جمهوری اسلامی و صاحبان صنایع و اینطوری باشون برخورد میکنن و این مهمه که وقتی اعتراض میکنن با چوب و چماق میزنن، زندان میکنن، براشون مشکل به وجود میارن. این اعتصاب کارگرای نیشکر هفت تپه یک لحظه ای بود که کل جامعه ایران رو توجه به خودش جلب کرد، به شکل وسیع کاری کرد و یه فیلمی هست کوتاه که از همین اعتراضات باشکوه و رهبران باشکوهشون واقعا با ما باشید و با هم نگاه کنید. کارگر آقا بدبخته، من به هزار تا مشکل روی روانی داره ولی کسی به دادش نمیرسه. توی گرونی وقتی قیمت صبح و بعد ظهر پنیر یکی نیست، کارگر آقا کجا بیاره؟ آقا ما دادمون اینه، ما میخوایم به امنیتی برسیم، امنیت شغلی، امنیت حقوق. ما خواه نمیدیم آقا 5 میلیون بمون حقوق بده، میگم همین حقوق رو سر وقت بمون بده، همین حقوق آباریکه رو سر وقت بده. وقتی میری توی جلسه میبینی از تمام مسئولین که اومدن مثلا مسئله کارگر رو حل کنن، میبینی همه مقابل تو هن، تو فقط کارفرما روبرود نیست، خودتی تنها یه لشکر آدم از مدیران دولتی و خصوصی همه چی توی یه جبهه دارن با تو میجنگن. خوابن اونی که کلید روی جوری کرد کجایی؟ شرکت چجور دادی؟ 4 تا کارگر رفتن خودشون رو آتیش زدن برای 1200. لعنت به این زندگی. از شدت گازش کاور نمیتونیم حرف بزنیم، نه جلو پامونو میدیدیم، نفس نمیتونستیم بکشیم. به چه جرمی؟ به جرم این که به حق خودمون اعتراض کردیم. ای آقایان میگن هر جور که ما خواستیم شما باید کار کنید، بمیرید، خفه خون بگیرید، یعنی خفه شید. اذیت، پرونده سازی، زندان. نماینده محترم شوش ما رو تشابه کرد با گله گوسفند. جرم کارگر هفت تپه اینه که مطالبه قانونی داره. خب مافیایی که تو هفت تپه است از مافیای ایتالیا قوی تر. نماینده هامون رو دیشب تا صبح تهدید کردن ولی آقا کور خوندن. ما تا آخر پشت این نماینده هامون هستیم. کسی که از مرگ نمیترسه تهدیدش نکنید. آقا همه جمع شیم یه جا، برادرها همه بیان، برادرها. آقا
نیو. ما زیباترین اعتصابی رو که امکان داشته تا حالا انجام دادیم، بدون خشونت، بدون آسیب زدن به چیزی. حتی اینقدر اعتصاب ما با شکوه و زیبا بوده که مردم شوش، بازاریان، دانشجوها، معلمین هم به ما پیوستن. توجه دارید؟ دولت به جای اینکه به داد ما برسه، روز به روز داره با آوردن بیمورد یگان ویژه، در اول آورده تو شوش، الان هم همه رو ریخته با اسلحه. نمیدونم شما چطوری به روی مردمتون اسلحه گرفتید؟ مگه ما چی گفتیم؟ شما از مایی، شما فرزند این سرزمین هستید. مگه ما دزدی کردیم؟ اگر ما میخواییم بریم با مثل طبق معمول با ماشینامون بریم جلوی فرمانداری، اگر اجازه دادن کاری نکردن، سوار شدیم رفتیم که رفتیم، نه دستامون رو تو همدیگه گره میزنیم، حرکت میکنیم، میریم جاده رو میبندیم. یه ذره صبر کنید، مدارس میخوان بیان، معلمین، بازاریان، دانشجوها همه به ما پیوستن. فردا هیچ کس کارت نزنه. برادرانی که شوش و همه هستن مستقیم جلوی فرمانداری. نیروی انتظامی و یگان ویژه، مگه ما چیکار کردیم که شما الان اسلحه روی ما گرفتیم؟ آیا تو که فرزند این سرزمین هستی و با بودجه و مالیات بیت المال همین حضرات حقوقتون تامین میشه، حقوق بیت المال بهت میدن که اسلحه روی مردم خودتون بکشید؟ ازتون خواهش میکنید با کارگر برخورد نکنید. اعتصاب ما مسالمت آمیزه، بذاریم ما اعتراضمون رو انجام بدیم، کاری با شما نداریم. آقایون سوار ماشیناشی درکت نداشتن پیاده. فیلم های کوتاه میشه دید که واقعا چقدر این مبارزه برحقه، چقدر خواسته هاشون برحقه و چقدر دارن می جنگن برای واقعا حقای پایه‌ای کارگران نیشکر هفت‌تپه. و چیزی که میبینیم اینه که این یه چیزی که مداوم ادامه داره، صورت گرفته و این آدمان با سخنانشون، با کارشون جلوی یک رژیمی که فقط و فقط جوابش سرکوب و شکنجه است. یعنی میبینیم که کسایی دارن میرن تو خیابون میگن بابا حقوقمونو بدین، خانوادهامون گرسنه‌ان، 4 تا کارگر خودسوزی کرده، صبح قیمت غذا اینقدره، عصر یه قیمت دیگه است، نمیتونیم شکمامونو سیر کنیم حتی با حقوقی که داریم، حالا چه برسه موقعا. بعد جواب این جمهوری اسلامی چیره؟ میره پشت سرمایه دار، میره پشت کارفرما و با همه نیروهای سرکوبگرش میاد جلوی این کارگرها و خواستای برحقشون میسته. و میبینیم که خب این کارگرها، این آدمایی که واقعا چقدر محبوبن، چقدر توی قلب هممون الان جای خیلی بزرگی دارن. اسماعیل بخشی واقعا یه جای خیلی بزرگی توی قلب هممون داره. میان دستگیرش میکنن، به جای اینکه این قهرمان جامعه باشه شکنجهش میکنن. دقیقاً. و این تصویریه که این تصویر مهمی از جامعه ایرانه. کل جامعه ایران با این قضیه داره برای چیز میکنه. مهم نیست شما دیگه الان دیگه تو چه صنعتی کار میکنی، مهم نیست کارتون چیه، روزانه تلاش برای زنده ماندن، زنده ماندن کل جمعیت شریفیه که توی ایران داره زندگی میکنه و توی چنگال جمهوری اسلامی قرار گرفته، که میبینیم که هر روز میان تمام امکانات رو دارن میگیرن، تمام اموال و دارایی کارخونه رو دارن لخ میکنن، میفروشن و وام میگیرن، در میرن. و این سیستمی که نیست که کسی کار بدی کرده تو اینجا، کل سیستم به هم تنیده است و بر مبنای مافیای اسلامی شکل گرفته. و اهمیت اعتصاب کارگرای نیشکر هفت‌تپه در همینه که تمام این تصویر رو که
خیلی از سالهای سال این حرف رو زدن که این یک مجموعه تنیده شده و همه این تصویر رو در برابر تمام جامعه ایران قرار گرفت و جامعه ایران احساس همبستگی وسیع کرد. حالا توی شوش کارگرا اعتصاب کردن، معلم ها آمدن پشتشون، دانشجو آمدن، تمام بازاریان مغازشون رو بستن در حمایت از کارگرای اعتصابی، و ولی کل جامعه ایران احساس همبستگی کرد. این مهمه که این تصویر نه تنها به شکل واقعی نشون میده جامعه ایران رو که در چه وضعیتی قرار گرفته، و پاسخ جمهوری اسلامی رو میتونیم در مقابل این ببینیم. و خب یه واقعیت اینه که یعنی واقعا این اعتراض از خیلی جنبه های مختلف اعتراضات کارگری برده به یه سطح دیگه و یه بخشش خب خود این اسماعیل بخشیه و نوع رهبریش و نوع رهبری شورایی هم هست. این به وجود آوردن شورای کارگری مستقل و تصمیم گیری جمعی کارگران، اصلا چیزی که ما الان داریم روی مطبوعات اجتماعی به وضوح میبینیم، چون همش هم داره به هممون نشون داده میشه. نوع دیگری رو از اختیار انسان رو به زندگی خودش نشون میده. این اهمیت داره که نه تنها جمهوری اسلامی رو به مساف طلبیده، بلکه سرنوشت انسان رو در یک لحظه نشون میده، میگه که چطور میشه آدم ها تصمیم بگیرن در تو زندگیشون، و تمام آلترناتیوهای مختلف در جامعه هم در واقع به محک میکشه و به مساح میکشه. و خب همین حرفی که اسماعیل بخشی زد که نمیتونی کسی رو که از مرگ نمیترسه تهدیدش کنی، میبینیم که جمهوری اسلامی چه نوع شکنجه های واقعا وحشیگرانه علیه اسماعیل بخشی و دیگر فعالین کارگری استفاده کرد. ولی بعد از اینکه اسماعیل بخشی اومد بیرون از زندان، می‌دونیم که نامه سرگشاده نوشته به وزیر اطلاعات و به مصاف کشوندنش و گفته که بیایم یه مناظره تلویزیونی داشته باشیم که چرا باید کسی رو شکنجه کنی که داره میره دفاع میکنه از حقوق برحق کارگران هفت‌تپه. و جمهوری اسلامی خیال کرد با دستگیری سپیده اولیان و احمد نجاتی و اسماعیل بخشی و دیگر کارگرا و شکنجه شدید تا حد مرگ در واقع میتونه اینان رو خاموش بکنه. اسماعیل بخشی بعد از چند روز که از زندان اومد بیرون و مجبور شد تحت فشار افکار عمومی، کل جامعه ایران رو سوال میکردن اسماعیل بخشی کجاست، و تحت فشار افکار عمومی وقتی مجبور شدن که اسماعیل بخشی رو آزاد بکنن و بعد از چند روز نامه ای نوشت و کل سیستم قضایی جمهوری اسلامی، سیستم امنیتی جمهوری اسلامی رو زیر سوال برد. میگه این سربازان گمنام امام زمان که همون ساواما و ساواک و مامورای امنیتی آیت الله خامنه ای جمهوری اسلامی هستن، اینا کی هستن که چیز میکنن و ما رو شکنجه میکنن به خاطر اینکه حرف حقی رو زدیم؟ و وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی رو به مصاف میطلبه، میگه بیا با هم مسابقه علنی بکنیم، رو در روی من قرار میگیره. و این نقش اهمیت و در واقع یک رهبر آینده جامعه ایران رو نشون میده. و میشه دید که واقعا جمهوری اسلامی رو تکون داده این نوع مصاف و برخورده واقعا بر حق اسماعیل بخشی. میبینیم که مثلا گفتن که خب بررسی میکنن شکنجه رو، خب انگار این که مثلا گرگ بررسی کنه که کی بره رو خورده، یعنی مسخره تر از این پیدا نمیشه. ولی بررسی کردن و گفتن که نه، مثلا شکنجه صورت نگرفته، خب درگیری بوده وقتی بازداشت شد. آخه رژیمی که بر مبنای شکنجه و سرکوب خودشو نگه داشته، وقتی میاد میگه که شکنجه نشده، و در ضمن شاهدم هست که یعنی سپیده قولی هم اومده دقیقا گفته که اینا برحقن و همه مردم ایران میدونن که این واقعیت داره. جمهوری اسلامی یعنی سعی میکنه هر نوع اعتراض و سرکوب رو با شکنجه جواب بده، با زندانی، با اعدام، و در ضمن با پاپوش‌دوزی، یعنی چیزی که ما الان خیلی واضح میبینیم داره صورت میگیره علیه اسماعیل بخشی و کارگران هفت‌تپه. دقیقا. و خیال کردن که با برگردن بیان بگن که فرض کن ایشون عضو یه سازمانی بوده، عضو حزب کمونیست کارگری بوده، عضو مخالفین بوده، عضو براندزان بوده و خواسته نظام رو تهدید بکنه، این برعکس خودش تبدیل شد. به این تبدیل شد که یک جنبشی را افتاد که
میتو تو ایران اتفاق افتاد در رابطه با شکنجه. من هم شکنجه شدم و همه بر ضد خودش تبدیل شد و در واقع این اعتصاب کارگرای هفت تپه و اتفاقاتی که به سر آقای اسماعیل بخشی افتاده و تمام کسایی که حول هوش این قضیه هستن داره بر علیه جمهوری اسلامی تبدیل میشه. این پاپوش دوزی هم حالا معلومه دیگه، جمهوری اسلامی هر کسی رو دستگیر میکنه اولین کاری که میکنه شکنجهش میکنه و براش پاپوش درست میکنه، میگن یا به خارج بسته، با مخالف بسته، به سرنگونی طلب بسته. و این موضوع رو مطرح کرده. خب فرض کن کسی مخالف شما باشه، فرض کن کسی عضو حزب کمونیست باشه، خیلی هستن که توی احزاب اپوزیسیون هستن، نه شکنجه میشن نه اعدام میشن. این جزء یه جامعه مدنیه که آدما بتونن عضو هر حزب و هر سازمانی باشن. یعنی عملا این خود واقعا ماهیت خود جمهوری اسلامی رو نشون میده، به خاطر اینکه اصلا بر مبنای قوانین یک جامعه مدنی، یک جامعه متمدن کار نمیکنه و هر چی که میگه برعکس واقعیته. و این اتفاقی که داره افتاده تر این قضیه که همش داره به ضرر جمهوری اسلامی تموم میشه. ولی مهمترین چیه که جمهوری اسلامی میخواد توجه ها رو به یه موضوع دیگه جلب کنه. الان میان میگن ایشون عضو نمیدونم رابطه داشته با کمله و بیان تروریستی و آقای تروریستی، آره خودشون تروریستن، به احزاب اپوزیسیون میگن تروریست. رئیس سازمان نماز جمعه های ایران هم همین دیروز گفته که مخالفین، کسی که مخالف اسلام و نظام باشه باید تیکه تیکش کرد. این کسی نیست که یک آدم دیوانه این حرف زده، اینا مسئولین بلند پایی حکومت اسلامی هستن. یعنی اینا کسایی هستن که حرفشون عمل میشه تو جامعه ایران و در واقع سطح و شرایط زندگی جامعه رو در واقع نمایان میکنه و نشون میده و اینا هر قدم به قدم اینا بر علیه جمهوری اسلامی داره تبدیل میشه و جنبش و خواستهای کارگرای هفت تپه رو، شکر نشکر هفت تپه رو، به خواست و خواست جامعه و شعاراش و شعارها و خواستهای جامعه ایران داره تبدیل میشه که هست، ولی میاد توی سطح دیگه و اهمیت داره که این نبرد با جمهوری اسلامی تو هر تیکش ادامه پیدا بکنه. جمهوری اسلامی تهدید کرده که نباید کسی با اسماعیل بخشی و رهبران کارگری تماس داشته باشه و ازشون حمایت کنه. واقعیت اینه که الان بیش از هر موقعی حمایت باید بی سابقه باشه و یک لحظه نباید اسماعیل بخشی، رهبران کارگری و کارگران هفت تپه احساس کنن که تنهان. به هیچ وجه تنها نیستن، اینا قهرمانان مان، قهرمانان جامعه ایرانن و بدون شک باید حمایت بی سابقه داشته باشن. یه چیز دیگه هم اینه که نباید اجازه بدیم جمهوری اسلامی مسئله رو تغییر بده، عوض کنه، بیاد شروع کنه پاپوشدوزیاش بیان بشن مسئله روز. مسئله روز حق پایه، ببخشید، مسئله روز حق پایه کارگران، حق پرداخت حقوق موفقه است، حق یک زندگی که بخور و بمیر نباشه هستش، حق اینه که بتونن امنیت داشته باشن در کار و حق سازماندهی، حق اعتراضات کارگری، حق شورای کارگری بدون تهدید و اذیت و آزار و شکنجه. یعنی این اصل مطلبه و ما باید بدون وقفه از این عزیزان دفاع کنیم. جنگ اونا واقعا جنگ ماست. و دقیقا مهمه که این اعتصابات کارگرای هفت تپه که برای مدتی دوباره برگشت سر کار دوباره ادامه پیدا میکنه، بخش های دیگه جامعه هستن، مخالفین جمهوری اسلامی هستن، فعالین مدنی هستن که بسیار زیادن، هم اتفاق سر هر مخالف جمهوری اسلامی در میاد و مهمه که رابطه اینا رو به هم پیوندشون وجود داشته باشه و جامعه بتونه از کل این حرکت‌های اجتماعی دفاع بکنه، همه ازشون دفاع بکنن و در واقع جامعه ایران و مردم ایران رو از دست بختک اسلامی نجات.